سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما همیشه هم قتل با نقشه قبلی نیست اصلا خود فرد فکرش رو هم نمیکنه یه روزی تبدیل به قاتل بشه پای حرفشون که میشینی میگن نفهمیدم چی شد یه لحظه بود قرار نبود قاتل بشم اینا افرادی هستن که دسیسه نچیدن برای کشتن فردی فکر نکردن یه لحظه بوده خشمگین از خود رو پیاده شدن و با فرمون کشیدن و شده اون چه که نباید میشد. تو این برنامه سراغ قتل های یهوی میریم قتل های لحظه ای قاتلان بینقشه که سرنوشت روی پیشونی اونا نوشت قاتل اولین پرونده ای رو که بررسی می کنیم پرونده جنایت خونین در خیابانه رسیدگی به این پرونده از نیمه آبان ماه سال 1400 با اعلام گزارش یک درگیری خونین در خیابان بنی هاشم تهران آغاز شد پس از اون ماموران کلانتری 120 ستخندان به محل اعزام شدن و مشخص شد که درگیری بین سرنشینان یک دستگاه پراید با مردی مغازه‌دار و برادرش رخ داده و در جریان اون صاحب مغازه به نام شهرام در اثر ضربه میله ی آهنی نیمه جون روی زمین افتاده و زاربانم از محل متواری شدن. در ادامه شهرام توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. اما از اونجا که ضربه به سر اون باعث شکستگی جمجمه و خونریزی داخلی شده بود وی به کما رفت و مأموران تحقیقاتشون رو در خصوص شناسایی زاربان شروع کردن شاهین برادر شهرام درباره ماجرای درگیری به مأموران گفت ساعت 11 صبح جلوی مغازه ایستاده بودم که راننده یک خودروی پراید وقتی قصد داشت خودروشو در جایی که یه موتورسیکلت روی جک بود پارک کنه به موتورسیکلت برخورد کرد من از اون خواستم جای پارکش رو عوض کنه که یهو راننده و دو تا از سرنشینای اون از خودرو پیاده شدن و به من حمله کردن در همین حین برادرم شهرام از مغازه بیرون اومد که راننده با دیدن اون بلافاصله صندوق عقب خودروش میله آهنی در آورد و به سمت شهرام دوید و زربه ای به سرش زد پس از اونم وقتی دیدن که شهرام روی زمین افتاد به سرعت سوار خودروشون شدن و فرار کردن پس از اظهارات برادر شهرام معموران سراغ بررسی دوربین های مدار محل نزا رفتن و با بازبینی فیلم دوربینا شماره پلاک خودرو رو پیدا کردن و با استلام اون مشخص شد که مالک خودرو مردی 37 ساله به نام محمده. با شناسایی صاحب خودرو معموران به محل سکونت وی رفتن. اما مشخص شد که وی پس از درگیری به مکان نامشخصی گریخته. در حالی که تحقیقات برای دستگیری متهمان ادامه داشت، حدود دو ماه بعد از بیمارستان خبر رسید شهرام جان باخته. به این ترتیب با ادامه بررسی ها بعد از پنج ماه فرار، زره بستی در یکی از شهرهای غربی کشور شناسایی و بازداشت شد. وی پس از دستگیری به داره آگاهی تهران منتقل شد و در همون بازجویی های اولیه به درگیری و قتل شهرام اعتراف کرد. در پی دستگیری محمد برادر و دوستش که در روز درگیری وی رو همراهی میکردن هم به اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل بازداشت شدند. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم به جایگاه رفت و ضمن ابراز ندامت گفت من کاشیکارم روز درگیری برای خرید وسایل کار با برادر و دوستم به اون خیابون رفته بودیم و میخواستیم بعد از خرید دوباره به سر کارمون برگردیم که درگیری پیش اومد. من قسم کشتن شهرام نبود و هیچ وقت فکر نمی کردم که با یه ضربه قاتل بشم. در انتهای دادگاه برای محمد حکم قصاص صادر شد. قبل از ادامه برنامه اگر تا اینجا با ما همراه بودید حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید همین حالا این کار رو انجام بدید حالا میریم سراغ پرونده دوم یعنی قتل در مستی سال 1399 مرد جوانی به نام علی در حالی که به شدت مضطرب بود از خونه بیرون اومد و فریاد کمک سر داد این مرد میگفت دوستشو که مثل برادرش بوده کشته همسایه ها بلا فاصله به خونه علی رفتن و با پیکر نیمه جان دوست سی و دو ساله اون به نام سیاوش روبرو شدن که چاقو خورده بود و به سختی نفس میکشید. اونا خیلی زود اورژانس و پلیس رو مطلع کردند. به این ترتیب پیکر نیمه جان سیاوش با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. اما ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی روی تخت بیمارستان جان باخت. علی که شواهد نشون میداد حالت طبیعی نداره و مسته به قتل دوستش در حالت مستی اعتراف کرد. در حالی که پزشکی قانونی علت مرگ رو اصابت چاقو به قفسه سینه اعلام کرده بود، علی قتل رو گردن گرفت و به بازسازی صحنه جرم پرداخت و پروندش با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه دادگاه اولیای دم خواستار قصاص شدن. پدر قربانی گفت پسرم و علی سالها با هم دوستای صمیمی بودن. آن روز پسرم برای مهمونی به خونه ی علی رفته بود اما نمیدونم چه اتفاقی بین اونا رخ داد که منجر به قتل پسرم شد. من از خونه پسرم گذشت نمی کنم و برای علی قصاص می خوام. متهم حتی یادش نبود که چرا دوستشو کشته و حالا به قصاص محکوم بود. سومین پرونده ای رو که با هم بررسی می کنیم پرونده ی قتل ناخواسته و سرقت در خیابان های بالای شهره. در سال 1400 حادثه ای در خیابون پاسداران رخ داد. دو جوان که سوار بر موتور بودند با قمه به سمت یک خودروی پیکانتو که زن جوانی پشت فرمون اون بود هجوم بردند. مردی که ترک موتور نشسته بود در حالی که خودرو در حال حرکت بود با قمه ضربه ای به شیشه خودرو زد و اونو شکست. اون سپس کیف زن جوان رو که روی صندلی جلو بود برداشت و همدستش سرعت موتور رو بیشتر کرد تا فرار کنن. این اما پایان ماجرا نبود. زن جوون که به شدت وحشت کرده بود با خودرو به موتور دزدان برخورد کرد و این اتفاق موجب واژگونی موتور شد. دقایقی از این اتفاق میگذشت که پلیس و اورژانس در محل حادثه حضور پیدا کردند. یکی از سارقان موفق به فرار شد اما سارق دوم به دلیل شدت جراحات جونش را از دست داده بود. ماجرا به قاضی وحید ناصری بازپرس ویژه قتل اطلاع داده شده و اون دستور تحقیقات در این زمینه را صادر کرد. در ابتدا ماموران به تحقیق از زن جوان که راننده خودروی پیکانتو بود پرداختن. زن به ماموران گفت: فرزندم در صندلی عقب نشسته بود و من در حال رانندگی بودم که ناگهان دو مرد موتورسوار به خودروم نزدیک شدند. مردی که ترک موتور نشسته بود، قمی به من نشون داد و تهدیدم کرد که توقف کنم. من که وحشت کرده بودم به حرکت ادامه دادم اما موتور دست از سرم بر نداشتن و به تعقیب من ادامه دادن تا اینکه یکی از اونا با قمه شیشه خودروم رو شکست و کیفمو که روی صندلی شاگرد بود به سرقت برد تون شرایط دلهوره عجیبی به جونم افتاده بود و میخواستم هر طور شده از دست اونا فرار کنم چون میترسیدم مبادا بلایی سر من یا بچم بیارن دوستا هنگام تعقیب ماشین من حتی لاستیک سمت شاگرد رو هم پنچر کرده بودن و به سختی میتونستم رانندگی کنم و ناگهان با موتور دزدا برخورد کردم. موتور واژگون شد و همون لحظه خودروی پرایدی که در حال حرکت بود با دزدا برخورد کرد. من قصد آسیب رسوندن به دزدا را نداشتم و میخواستم از دست اونا فرار کنم که این اتفاق افتاد. پس از اینکه موتور واژگون شد، راکب که به نظر میرسید آسیب جدی ندیده از جاش بلند شد و بی که کیف منو برداره فرار کرد. دقایقی بعد و با حضور اورژانس مشخص شد که ترک نشین جونش از دست داده. پس از تحقیق از این زن باسپورس جنایی دستور بررسی تصاویر دوربین های را ای رو که در اطراف محل تصادف وجود داشت صادر کرد. تصاویر و فیلم هایی به دست اومده مهر تایید بر اظهارات زن جوون و شاهدان میزد. در ادامه ی تحقیقات خانواده ی سارق جان شناسایی شدن و مشخص شد که اونا اهل پایتخت نیستند. والدین سارق فوت شده پس از حضور در دادسرای جنایی تهران به شکایت از زن جوون پرداختن و بیان کردند که وی موجب مرگ پسرشون شده. اونا توضیح دادند که پسرشون مدتی قبل برای کار از شهرستان به تهران اومده بود که این حادثه براش رخ داد. از سوی دیگه با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که سارق جانباخته سابقه کیفری داره و پیش از این به جرم کیفقاپی دستگیر و زندانی شده. در انتها در دادگاه زن جوون بیگناه شناخته شد و پرونده مخدومه شد. چهارمین پرونده که با هم بررسی می کنیم پرونده آخرین عکس یادگاریه. سال 1395 کاراگاهان پلیس جنایی استان اصفهان در جریان مرگ مرد جوونی قرار گرفتند. با اعلام این خبر ماموران راهی محل حادثه شده و با جسد مرد جوون در حالی مواجه شدند که تحقیقات اولیه حکایت از مرگ بر اثر شلیک گلوله رو داشت در ادامه ی تحقیقات مرد جوونی به نام هادی خودشو عامل این جنایت معرفی کرد و به افسر پلیس گفت اصلا نمیخواستم چنین جنایتی مرتکب بشم حتی نمیدونستم که داخل اسلحه فشنگ و من ناخواسته شلیک کردم برای مهمونی به خونه یکی از اقوام اومده بودیم و خواهر زنم و همسرشم به این مهمونی دعوت بودن بعد از پذیرایی تصمیم گرفتیم که عکس یادگاری بگیریم و از اونجایی که صاحب خونه تفنگ شکاری داشت از اون خواهش کردم تفنگ رو به من بده تا با اون عکس بگیرم عکس ها گرفته شد و در یکی از اونا من جستی گرفتم و اسلحه رو به سمت باجناقم گرفته و دستم رو روی ماشه گذاشتم من که تصورش رو نمی کردم داخل تفنگ فشنگ باشه ماشه رو چکوندم یه دفعه تیر شلیک شد و با جناقم خونین روی زمین افتاد من با اون هیچ اختلافی نداشتم و حتی تصورشم نمی کردم عکسی که می گیریم آخرین عکس با باشه. این مرد به دلیل قتل ناخواسته بازداشت شد و به قصاص محکوم شد. حکم اون هنوز اجرایی نشده. حالا می رسیم به پنجمین پرونده. یعنی پرونده قتل به خاطر کیسه زباله. آبان ماه بود که خبر رسید مردی میان سال بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیده. بررسی ها نشون میداد که مقتول مردی میان سال مهندس بوده. اون از سالها پیش در یکی از محله های جنوبی تهران به همراه خانوادهش زندگی می کرد و به گفته ی شاهدان عامل این جنایت هم کسی نبود جز همسایه قدیمی اونا. شب حادثه مختول و مرد همسایه که از مدتها قبل با هم دیگه اختلافاتی داشتن با هم درگیر شدن تا اینکه مرد همسایه با چاقو ضرباتی به مهندس میانسال زد و همین منجر به قتل وی شد. با این اطلاعات نام متهم که پس از درگیری متواری شده بود در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و ماموران خیلی زود موفق شدند با توجه به سرنخ‌های موجود وی را دستگیر کنند. قاتل فراری به ماموران گفت: معمولا سر جای پارک خودرو و رها کردن زباله ها مقابل ساختمان درگیری داشتیم و همیشه سر این مسائل با هم جر و بحث می کردیم. هر بار با وساطت همسایه های دیگه و پادرمیونی اونا مشاجره بین ما تموم می شد. اما دعوای آخر پایان دردناکی داشت. اون روز مثل همیشه سر رها کردن زباله ها و جای پارک درگیر شدیم. معمولا من ماشینم و مقابل ساختمون پارک میکردم، اما مختول می گفت اونجا پارک نکنم. گاهی هم زباله هاشو کنار ماشین من می و همین اتفاق منو عصبانی می کرد. اون شب که به شدت از دست مرد همسایه عصبانی بودم دست به چاقو شدم و نخواسته چند ضربه بهش زدم که متاسفانه به مرگ اون منجر شد. حالا به شدت پشیمونم و اصلا قصدم گرفتن جون اون نبود. در انتها قاتل در دادگاه به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شد. حالا یه سوال. به نظرتون فکر میکنید یک لحظه عصبانیت و عکس عمل نشون دادن به اون ارزش یک عمر پشیمونی رو داره؟ برای بررسی راز قتلی که پس از فاش شدن هیچ کس باورش نمیشد، شد بهتون پیشنهاد می کنم حتما این برنامه رو ببینید ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم پیروز و شاد باشید